از رپ فارسی تا یوتیوبر شدن، زندگی و سرنوشت عجیب پوریا پوتک. اول پست شعر می‌نوشتم. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای متفاوت کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. اگه اهل چرخیدن توی فضای یوتیوب باشین، حتماً تا الان چند باری ویدیوهای پوتک رو دیدین. ویدیوهایی با موضوعات مختلف از موزیک و حمایت از رپرهای نسل جدید گرفته تا موضوعات سرگرمی و فان. اگه یه سر به کانال پوتک بزنیم، میبینیم که چنلش رو توی سال 2014 ساخته و با آپلود حدود 200 تا ویدیو نزدیک به 7 میلیون ویو داشته که رقم خوبیه. کانالش هم به تازگی 20,000 تایی شده و توی چند ماه اخیر ویوهای ویدیوهاش خیلی بیشتر شده و کلن کانالش رشد خیلی بهتری داشته. البته این رو هم بگیم که تقریبا هر روز ویدیو آپلود میکنه و همونطور که میدونید پیدا کردن موضوع برای ساختن ویدیو، اونم برای هر روز، کار سختیه، اما پوتک نشون داده که میتونه به خوبی این کارو انجام بده. اما نکته ای که در مورد پوتک خیلی جالبه اینه که این هنرمند از رپ فارسی به فعالیت توی یوتیوب رسید. یعنی در واقع پوریا یکی از رپرهاییه که تونست خیلی زود به شهرت برسه و کارش رو هم از 18 سالگی شروع کرد، اما مثل اینکه از 8 سالگی با رپ آشنا شده. من اولین بار 8 سالگی تو یه تاکسی نشسته بودم و یه ماشین بغلم رفت شد، داشتن به این موزیک گوش میدن، رپ هم بود. من خواننده‌ش هم نمی‌دونستم کیه. بعد که ترک کردم فهمیدم امینمه و خیلی خوشم اومد. دیگه از همون 8 سالگی شروع کردم به شعر گفتن. البته اول پست شعر می‌نوشتم، ولی بر طبق مرور زمان ای بهتر شد و فهمیدم که علاقه دارم. بله خلاصه پوتک یکی از هنرمنداییه که موضوعات آهنگاش بیشتر سیاسی و اجتماعی بودن و برای همین مجبور بود که فعالیت خودش رو در خارج از ایران ادامه بده. پوریا توی 2013 یعنی سال 92 از ایران رفت و در نهایت توی اوکراین موندگار شد و بعدها اونجا ازدواج کرد و الان یه خانواده سه نفره باحال داره که گاهی هم از اونها توی ویدیوهای یوتیوبش استفاده میکنه. پس در حقیقت پوریا با رپ فارسی شناخته شد و بعدها وارد فعالیت توی یوتیوب شد و در این زمینه هم موفق عمل کرد. اما یکی از نکته های خیلی مهم در مورد پوریا اینه که اون سعی کرد از فضایی که رپرها برای خودشون به وجود میارن و میرن توی سکوت و کمتر با مخاطباشون صحبت میکنن تا ابهت خودشون رو حفظ کنن فاصله بگیره و با فعالیت توی یوتیوب به اولین رپر فارسی تبدیل بشه که ویدیوهای مختلف تولید میکنه و با طرفداراش در ارتباطه. و اما فعالیت پوریا توی یوتیوب یک دریچه دیگه ای رو به روی زندگیش باز کرد، چرا که خیلی از افراد که حتی آهنگهای پوتک رو هم گوش نمی دادن توی چنل یوتیوبش باهاش آشنا شدن و اینطوری ارتباط بیشتری باهاش گرفتن و اونم نشون داده که می تونه یه یوتیوبر خیلی خوب هم باشه. جالب اینه که در ابتدا کاری که پوریا انجام میداد، یعنی فعالیت توی یوتیوب، از نگاه رپرهای دیگه خوب نبود، اما در حقیقت زمان همه چیز رو ثابت کرد و الان خیلی از رپرهای دیگه مثل خلصه هم فعالیت خودشون رو توی یوتیوب زیاد کردن و حتما این قضیه توی سالهای آینده هم بیشتر میشه، چرا که هم میتونن از یوتیوب پول در بیارن، هم فضای جالب و خوبیه. خلاصه پوریا با رپ فارسی تونست طرفدارای زیادی برای خودش پیدا کنه و البته توی رپ هم همچین بی‌حاشیه نبود و یکی از درگیری‌های پرحاشیه‌اش با سپهر خلصه بود که بعداً علیرضا جی جی هم وارد ماجرا شد و کلی با هم درگیری داشتن.
و اما یکی دیگه از درگیری‌های جنجالی پوریا با میلاد حاتمی بود. ماجرا از این قرار بود که پوریا یه دیسترک به اسم طول سگ رو به ضد میلاد حاتمی منتشر کرد و این درست زمانی بود که عکس میلاد حاتمی با سهراب ام جی منتشر شد. اگه قبول نداری بذار بدام بیت بگه تالا شده جز پول چیزی پارتیت بشه، اگه این کاری بیا خب کار هیت بده، کیرم تو رپری که بخواد باد بیت بده. بعد از این ترک بود که میلاد حاتمی هم واکنش‌های تندی نشون داد و همه اینها مشخص می‌کرد که پوریا به خوبی تونسته بود میلاد حاتمی رو تحت تأثیر قرار بده و این دیس ترک کار خودش رو کرده بود. بله، و اما یکی دیگه از نکات مثبت فعالیت پوتک توی یوتیوب این بود که دیگه تبلیغ سایت شرط بندی نکرد، چون یه مدت پوریا پوتک هم سایت زده بود و با حواشی زیادی که سایت‌های شرط بندی فارسی زبان دارن، در حال حاضر سایت شرط بندی چیزی جز بدنامی برای هنرمندان نداره. پوریا رضا پیشرو رو تکنیکی ترین رپر ایران میدونه. از نظر تکنیک خوندن و فلو رضا پیشرو سیناسایی بهترین رپرها ایران، ولی اگه بخوام مثلا از نظر احساسی جواب بدم بازم رضا پیشرو جزو لیست هست، ولی کسای دیگه هم میتونم نام ببرم. ولی خب از نظر تکنیک و یعنی اگه آهنگای رضا پیشرو رو واسه خارجی بذاری 100% بیشتر میپسند و البته بارها ثابت کرده که علاقه زیادی هم به فدایی داره. بله، همونطور که خودش گفت بچه تهرانه و محله پیروزیه و از اونجایی که متولد سال 1370 حالا 29 سالشه و کم کم داره 30 سالش میشه. پوریا قبلا گفته بود که برای ورود به رپ فارسی هیچ کس ازش حمایت نکرده و روزای جالبی رو نداشته. جایی که یادمه هیچ وقت رسانه اگه خواستن حمایت هم کنن فقط حاشیه‌مو میذاشتن تا آبرومو ببرن. هیچ وقت یادم نمیره اون روزی رو که یکی از آهنگسازای خوب ترک منو داد به یکی از میکس و مستر کارهای خفن که واسه هم میکس و مستر کنه و گفت من اصلا با پوریا کار نمی‌کنم. هیچ وقت یادم نمیره اون رپر نسل دویی که سر معروف‌ترین آلبومش بهم پیام داد گفتش که میخوام ترک اصلیمو یعنی ترک یک آلبومش رو که اسم آلبومش هم بود باهم فیت کنه رو بخونه، ولی چند روز قبل از این حرکت بهم زنگ زد گفت آتیش تنده یعنی سیاسی خونم. هیچ وقت یادم نمیره خیلی از رپرها فقط واسه اینکه سیاسی میخونن باهم همکاری نمی‌کنن. هیچ وقت یادم نمیره اون روزی رو که پیام به رپر مورد علاقه‌م تا باهاش فیت بدم گفت 20000 دلار. این چیزا رو هیچ وقت یادم نمیره، فقط تنها خوشحالیم اینه که شما رو دارم. اما در نهایت با نگاهی به زندگی پوریا پوتک که فعالیتش رو از توی ایران شروع کرد و بعدها وارد ماجرای مهاجرت و سختی‌های بعدش شد و کلن ماجرای فعالیتش توی یوتیوب، میشه فهمید که تلاش‌های زیادی کرده و با این که تقریباً هیچ هنرمندی ازش حمایت نکرده حالا طرفداران زیادی داره و فعالیتش هم توی یوتیوب بسیار موفقیت آمیز بوده و همه اینها نشون میده که هر کسی که بخواد برای خودش هدف در نظر بگیره و برای رسیدن بهش تلاش کنه میتونه بهشون برسه و سرنوشت آدما فقط با تلاشی که از این رو به اون رو میشه. در نهایت این بود نگاهی به زندگی و فعالیت پوریا پوتک از رپ فارسی تا یوتیوب. نظر شما در مورد این ویدیو و این هنرمند چیه؟ فکر میکنید پوتک تونسته توی یوتیوب موفق باشه و شخصیت خوبی از خودش رو به نمایش بذاره یا نه؟ حتما نظرتون رو توی کامنت بنویسید و لایک و سابسکرایب یادتون نره. راستی در این قسمت میخواییم یه کانال رو بهتون معرفی کنیم به اسم تهرانو. لطفاً حتما بهش سر بزنید و از طرف ما سابسکرایبش کنید. ممنون که ویدیو رو تا انتها دیدین. تا ویدیوی بعدی بدرود.